آقایان استاد دانشگاه تهران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، متنی که منتشر کردن آمریکایی‌ها میگن در کتاب روح القوانین مونتسکیو قوه مجریه یعنی کاخ سفید پدره، فادر، قوه مقننه یعنی کپیتول هیل، یعنی آنچه که در کپیتول هیل اون ساختمون گنبدداری که بهش میگن کنگره و سنا مجلسشون، اسمش هولی اسپریت، ضلع سومش یعنی دستگاه دیوان عالی کشورشون و دستگاه قضاییشون جیزس، عیساس. آنچه که توی این دانشکده به نام دانشکده حقوق در حقوق اساسی درس داده میشه یک مبنای تسلیسی و غیر توحیدی داره. از محیط تسلیسی دپارتمان هیومن رایتس میاد بیرون. 37 سال توی مملکت در دانشکده حقوقش مفهومی به نام اعلامیه جهانی حق خدا مطرح نیست. خودشون میبرن تو چارچوب و دامنه عمل اعلامیه جهانی حقوق بشر و هیومن رایت. امکان نداره شما بتونید از این دانشکده، از استادان حقوق این دانشکده کسی رو پیدا کنید بتونه در واقع این موارد رو پاسخ بده. تسلیس دیگه، اگه کسی وایسه رو سجاده قامت ببنده الله اکبر بعد صلیب بکشه، شما میخندید دیگه. آقا تو مثلا مسلمونی بچه رو داری صلیب میکشی؟ حکمش استادان حقوق دانشگاه های ماست. حسب ظاهر مؤمن و مسلمونن، اما بنیان معرفتشون به قول رهبری غیر توحیدیه. سال گذشته ما رمضان رهبری تو دیدار استادا چی فرمود؟ فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. غیر الهیه، غیر توحیدیه. غیر توحیدیش یعنی چی؟ دانشجوی حقوق، یعنی تسلیس مونتسکیویی. خدای شهدای خرمشهر شاهده، دانشگاه به دانشگاه اینا رو گفتیم، از دیوار صدا در اومده، از یک استاد حقوق صدا در نیومده، چون هیچ پاسخی ندارن. اما کسانی که ریویژن کردن، ما دنبال اقامه حدود الهی، حق خدا، اصالت داشت نسبت به حق بشر، هیومن رایتس رو آنچه را که یک کتاب زمینی بود اومدن بر کتاب آسمانی و کتاب الهی یعنی قرآن حاکم کردن. اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که ذهن‌های علیل و مریض و فاسد، نه انبیاء الهی، ذهن‌های علیل و مریض و فاسد داده بودن بیرون و خودشون هر روز نقضش میکنن، در تمدنی اعلامیه جهانی حقوق بشر تولید شد که در قرن گذشته بیش از 100 میلیون نفر رو تو دو تا جنگ جهانی کشتن. خودشون میگن یه قلم 6 میلیون نفر رو ریختن تو کوره. خودشون تو جنگ جهانی دوم میگن 52 میلیون نفر رو بین ایدئولوژی لیبرالیسم، مارکسیسم و فاشیسم کشتن. تقابل سه ایدئولوژی 52 میلیون کشته رو دست بشر گذاشت. کی میتونه ادعا کنه که میتونه اون تمدن میتونه اعلامیه جهانی حقوق بشر بده؟ ولی یه کسانی در لباس دین اومدن هیومن رایتس، حقوق بشر، سیویل سوسایتی، جامعه مدنی رو برخلاف نظر شخص امام راحل رو کردن. ویژن امام راحل جامعه آرمانی توحیدی بود، کردنش سیویل سوسایتی و جامعه بورژوایی. ویژن امام راحل حق خدا بود، اومدن کردنش حق بشر. بشر غربی الان خیلی حق و حقوق خوب رعایت میکنه. بشر غربی الان خیلی موفقه. کارنامه بشر غربی چیه؟ عربستان خونخوار وحشی رو انداخته به جون مردم یمن، با ناوهاش آمریکا وایساده توی دریای عدن که هیچ کس از راه دریا به اون مردم کمک نرسونه و از محیط آسمانی هم داره کنترل میکنه که هیچ کمکی نرسه به اون مردم. مایه خفت و خاری دپارتمان های حقوق بشر در دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه. خجالت داره کسی در زمین دشمن قدم بزنه. خجالت داره کسی در زمین فکری دشمن حرفی برای گفتن داشته باشه. اینه که از دانشگاه جمهوری اسلامی صدا در نمیاد. جامعه مدنی و جامعه بورژوایی یک انحراف بود. طرح جامعه مدنی در جمهوری اسلامی یک خیانت بود. طرح اعلامیه حقوق بشر در جمهوری اسلامی و مسئله کردن حقوق بشر در جمهوری اسلامی به جای حق خدا یک خیانت بود. حتی قوه قضاییه افتاد تو این بازی دیگه. قوه قضاییه رفت معاونت زد معاونت حقوق بشر. آقای دستگاه قضایی، حق خدا کو؟ والحافظون لحدود الله کو؟ حق خدا متجلی میشه در حد خدا. حد خدا داره دو کره زمین زیر پا گذاشته میشه. در جمهوری اسلامی حد خدا زیر پا گذاشته میشه که اینقدر فسق و فجور بالاست. مگه کف همین تالار داد نزدیم که آقا جان ربا جنگ با خداست؟ وقتی فرمود ربا نخورید لا تأکلوا الربا، این یه حد الهیه. وقتی این حد رو بانکای جمهوری اسلامی گذاشتن زیر پا، ربا تو جامعه شروع پیدا کرد، فسق و فجور و فساد تو جامعه زیاد میشه. وقت با کدوم اعلامیه حقوق بشری میخوای جلو فسق و فجور رو بگیری؟ این 10 میلیون پرونده ای که سرازیر میشه تو دستگاه قضایی، چون حالا اون ور دنیا هی ما رو محکوم کنن تو حقوق بشر، ما هم بگیم جا نمیمونیم، ما هم اعلامیه جامعه حقوق بشر داریم. خب اگه شما اون موقع زمان مثلا قوم لوط بودید چیکار میکردید؟ چون همه محکومتون میکردن دیگه که شما ضد لواطید، ضد عمل همجنس بازی هستید. شما بودی تو خانواده قوم لوط، ملائک میگفتن برید بیرون، میخوان به اینجا عذاب نازل کنید. اینا
خطی که به آرمان‌های حضرت روح الله شد این بود که اول آمدن جامعه مدنی رو مطرح کردن، رفورمیستا، بعد آمدن هیومن رایتس و حقوق بشر رو مطرح کردن، بعد آمدن لیبرالیسم رو گرفتن آزادی، سوسیالیسم هم گرفتن عدالت. قال لیبرتی به زبان فرانسوی لیبرتی یعنی رهایی، معنی آزادی نمیده، اون کلمه‌ای که شما میگید اون فریدامه، این یعنی اباحیگری. لیبرالیسم یعنی اینکه هیچ حرامی، هیچ واجب حلالی، هیچ مکروهی، هیچ مستحبی نیست، همه چیز مباحه. از دوتای اولی یعنی از حرام و مکروه نهی شدیم، از دوتای دومی یعنی واجب و مستحب بهش امر شدیم. این دوتا نیست، این دوتا هم نیست، همه چیز مباحه، هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ واجبی، هیچ حرامی نیست، همه چیز مباحه. یعنی آزادی دیگه، آزادی از شر، آزادی از حدود الهی، آزادی از حدود الهی، اسمش لیبرالیسمه. اینجا ترجمهش کردن به آزادی. خیانت بزرگی که در دانشکده‌هایی که فلسفه درس داده میشد مرتکب شدن، آمدن کلمه لیبرتی رو گرفتن آزادی، سوسیالیسم رو، نظام اشتراکیه رو گرفتن عدالت. گفتن دو تا شعار داره غرب دیگه، یا ایدئولوژی عدالت یا ایدئولوژی آزادی، یا لیبرالیسم یا سوسیالیسم. با این حرفا با جامعه مدنی و سیویل سوسایتی، هیومن رایتس، لیبرالیسم و مواردی از این دست گفتن رفرم میکنیم، فرم و شکل جمهوری اسلامی رو رفرم میکنیم، اول دفرمش میکنیم، اولد فرمو میکنیم نیو فرم. تلاش کردن زورشون نرسید، مجبور شدن فرار کنن، 2300 نفری برن اون طرف دنیا بشینن، تو دانشگاه پرینستون چی در مولوی درس بدن، تو دانشگاه هاروارد نمیدونم پژوهشگر مهمان بشن، برن جایزه نوبل بگیرن، فعال حقوق بشر، این چیزایی که اسمشون زیر اسمشون مینویسه. بعد از اینکه نتوانستن از درون سیستم رو رفرم کنن، رفرمیست ها جوهره سیستم رو تغییر بدن، اومدن ویژن رو یه گروه دیگه‌شون عوض کردن. ریویژن کردن، یعنی رفرمیستا جاشون رو دادن به ریویزیونیستا. هر چی انگاره آرمانی داره، آرمانهاشو جهتش رو عوض میکنه. حرکتشون رو 20 سال 25 سال شروع کردن، الان دیگه علنی حرف میزنن ریویزیونیستا.